لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آیه 54 و 55 سوره روم مورد بحث ماست. در این دعایه خداوند گفتگوی بین مجرمان و مؤمنان رو در قیامت نقل میکنه. میدونید هنوز قیامت برپا نشده، اونایی هم که از دنیا رفتن در عالم برزخن. اینی که خدا گاهی قصه هایی رو از قیامت نقل میکنه، چون میخواد یک تلنگری، یک تذکری به ماها در این دنیا باشه، والا قیامت که هنوز برپا نشده که خدا میفرماید بهشتی ها اینطور میگن، جهنمی ها اینطور میگن، تو میزان اینطور میشه. اینا در واقع بیان اتفاقاتی است که در آینده میفته. مثل یک معلمی که مثلا تو مهر ماه، تو آبان به دانش آموزایی که درس نمیخونن میگه من میبینم روزی که سرتون پایینه، کارنامه های مردودی دستتونه، یا به دانش آموزایی که درس میخونن میبینم روزی که قبول میشید، دانشگاه میرید. در واقع کنه داره آینده رو امروز براشون ترسیم میکنه. لذا در قرآن کریم گفتگوهای زیادی تو قیامت نقل شده. بعضی عزیزانم اصلا کتاب نوشتن رو این موضوع به نام گفتگوهای در قیامت. مثلا بهشتیا و بهشتیا چی میگن به هم؟ تو قرآن آمده. جهنمی ها به جهنمی ها چی میگن؟ بهشتیا به جهنمی ها چی میگن؟ جهنمی ها به بهشتیا چی میگن؟ اهل محشر با ملائکه چی میگن؟ این گفتگوها 5-6 نوعه توی قرآن آمده. یکیش اینجاست، میفرماید مجرما، نمیگه کافرا، نمیگه مشرکا. مجرم که میگه شامل مشرک میشه، شامل کافر میشه، شامل گناهکار میشه، شامل آدمای فاسق و بد میشه. مجرما روز قیامت قسم میخورن، میگن ما نمیدونستیم انقدر زود فرصت ها میگذره، ما خیلی کم تو دنیا بودیم، خیلی کم تو عالم برزخ بودیم، وقت نکردیم، فرصت نکردیم، حالا اگه برگردیم درست میشیم. قرآن میفرماید مؤمنا و اهل ایمان و اهل علم به اینا میگن حرف بی خود نزنید، ما مثل شما بودیم، مگه ما عمرمون بیشتر از شما بود؟ بالاخره تو همین عمر ابوذر درست شده، یکی هم شده ابوجهل. تو همین عمر سلمان درست شده، یکی هم شده ابولهب. چه فرقی بین ابولهب و حمزه؟ حمزه عموی پیغمبر یه همچین شخصیت بارزی شده، ابولهب یه همچین شخصیت فاسدی. چرا بهانه میارید؟ چرا بهانه میارید؟ بهشون میگن بهانه جویی نکنید، بی خودم قسم دروغ نخورید. حالا این مجرمین به هر چیزی دست میاندازن برای اینکه خودشونو نجات بدن روز قیامت. من آیه رو بخونم. و یوم تقوم الساعه، روزی که قیامت برپا میشه. ساعه اینجا به معنای اون لحظه قیامته. روزی که قیامت برپا میشه، یقسم المجرمون، ببینید
یقسم، قسم میخورن مجرما. بعد چی میگن؟ نگفت اصلا به چی قسم میخورن، حالا به خدا قسم میخورن، به چی دیگه قسم میخورن، قسم میخورن. میگن ما لبسو غیر ساعه، ما خیلی زود گذشت، وقت نداشتیم، فرصت نداشتیم. حالا یا دنیا رو میگن یا برزخ رو میگن. قرآن میفرماید کذالک کانوا یؤفکون، اینطوری میخوان در برن، میخوان افک یعنی تهمت دیگه، میخوان رویگردانی کنن، میخوان عذر تراشی کنن. جالبه این موضوع قسم خوردن مشرکین در روز قیامت در سوره انعام هم اومده. سوره انعام که حالا خیلی موفقن میخونن، در آیه 23 میفرماید قالو، مشرکین مجرمین میگن چی؟ والله ربنا، این خیلی پررویه، به خدا قسم خدا خدای ماست، و ما کنا مشرکین، ما اصلا مشرک نبودیم. این آدم دروغگو اولین حربش قسمه دیگه، قسمه، خیلی پررون. قالو، قرآن میفرماید مشرکین میگن والله، به خدا قسم ربنا، خدای ما ایش، همین خدا بوده، همین بت پرستا و اینایی که بت میپرستیدن، ما اصلا هاشا میکنن، ما کنا مشرکین، ما مشرک نبودیم. خدا میفرماید پیش منم دیگه ملق بازی دقل، انظر پیغمبر ببین کیفه کذبوا علی انفسهم، چقدر پر روان، جلو من دارن دروغ میگن، جلو خدا دروغ میگن. این در سوره انعام آیه 23 آمده که اینها سوگند یاد میکنن که ما مشرک نبودیم. اینجا میفرماید یقسمو، اونجا قسمشون رو نقل میکنه والله، اینجا نمیگه به چی قسم میخورن، میگه یقسم المجرمون، مجرمون قسم میخورن، اما اونجا میگه میگن والله. میتونیم دو تا آیه رو کنار هم بذاریم بگیم قسمشون هم همینه، به خدا قسم میخورن، منتها اینجا قسمشون اینه، میگن ما وقت نداشتیم، فرصت نداشتیم. آقایان عزیز، خواهران گرامی، آیات زیادی در قرآن داریم که آدم ها در روز قیامت سعی میکنن عذر بیارن، یه جوری بار گناهشون رو کم کنن، چون دیگه میبینن دیگه هیچ چاره ای نیست، مثل آدمی که گرفتنش تو زندان تو همین دنیا، هی سعی میکنه یه جوری بپیچونه، سعی میکنن بپیچونن به قول امروزی ها. من یه موردشو براتون بگم، سوره مبارکه زمر، قرآن میفرماید این مشرکا و مجرما سه تا عذر میارن، حالا بالاخره میگن بلکه یکیش بگیره دیگه، حالا یه چیزی میگیم. یک، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. اول میگن حیف، بله بله ما کوتاهی کردیم، خدای تو بزرگه به ما نگاه نکن، ما کوتاهی کردیم، قبول داریم. دو میگن او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین، اگه خدا ما رو هدایت میکرد آدم خوبی میشدیم. خب چرا من ابو لهبم مثل ابو ذر هدایت نشدم؟ تقصیر خدا میندازن، میگن اگه خدا ما رو. سه میگن حالا هر چی شده، حالا یا ما کوتاهی کردیم یا العیاذ بالله تقصیر خداست، حالا خدا که قدرت داره ما رو برمون گردونه، ما جبران میکنیم. او تقول هین تر العذاب، وقتی یخ اولشون نمیگیره، کوتاهی کردیم یعنی چی؟ عقل داشتید، وجدان داشتید، فطرت داشتید، پیغمبر آمده، این همه عالم و سخنرانی و کتاب و چه حرفیه، میبینن اولیش نگرفت، دومی هم نگرفت. اگه خدا ما رو هدایت میکرد، مگه خدا جبری کسی رو هدایت میکنه؟ خدا میگه من راه رو نشون میدم، چارم نشون میدم، خودتون برید، انا هدینا السبیل. وقتی اون دوتا نمیگیره، میارنشون در آستانه جهنم،
هین تر العذاب میگن لو ان لی کره، کره یعنی برگشت، اگر ما رو برگردونن فاکون من المحسنین، ما یک آدمای محسنی میشیم، یک آدمای خوبی میشیم. سه تا عذر در واقع قرآن میفرماید اینها میارن برای اینکه یه جوری فرار کنن از این عذاب روز قیامت. هر جوری میچرخن خدا میبنده، میگه نمیشه. اینم یک آیه. بازم آیاتی شبیه این در قرآن داریم دیگه، مثلا در سوره همین انعام، همین سوره انعام داریم، حالا آیهشو میخونم. یا لیتنا نردو، کاش برمون گردونید، ولا نکذب، ما دیگه تکذیب نمی کنیم به آیات ربنا، و نکونن من المؤمنین، ما خوب میشیم. در سوره منافقون آیه 10، لولا اخرتن الى اجل قریب، یه وقتی ما بدید، فاصدق، ما صدقه میدیم، پولامونو خرج میکنیم، و اکن من الصالحین، دیگه آدم خوبی میشیم. خب همه این آیاتو خوندم که من یه نتیجه بگیرم، و اون نتیجه این است آقایان خواهران، فرصت سوزی خوب نیست. ما تو دنیا یه فرصتهایی داریم، نباید بسوزونیم این فرصتها با غفلت، با بیهودگی، با فردا فردا کردن. داستان دارد که خاری بود سر راه مردم و یه خارکنی میگفتن شما که وسیله داری و توان داری بیا این خارو بکن سر راه مردم. گل باشه فردا، فردا میگفت باشه فردا، باشه پس فردا. بالاخره این خار هی بزرگ شد، بزرگ شد، بزرگ شد، خارکنم هی پیر شد، خاربن در قوت و برخواستن، یعنی این خار هی قدرت میگرفت و قد میکشید، خارکن در سستی و در کاستن، اون برخواستن این کاستن، اون قدرت میگرفت این ضعیف میشد. یه وقتی گفت حالا بریم بکنم براتون، اومد دیگه نتونست. این میشه فرصت سوزی. اینی که امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید، اینو خوب دقت کنید، هر چیزی آقا یه واحدی داره. الان شما بنزین که میزنید میگن واحدش لیتره، 5 لیتر، 10 لیتر، 20 لیتر. تو جاده که میرید میگن واحدش کیلومتره. متر که نمیتونن بگن تا تهران چند متره، میگن تا تهران 120 کیلومتره. اگر هوا رو میخواید بسنجید، مثلا میگن واحد هوا اینه، واحد مثلا فرض کنید که هر چیزی مشخصه دیگه، خب واحد عمر چیه؟ امیر المؤمنین فرمود ان انفاسک اجزاء عمرک، واحد عمر نفسه، هر نفسی داری یه واحد کم میشه، کم میشه. امیر المؤمنین فرمود شب و روز داره از شما میگیره، الان امرو 23 تموم شد، 19 تموم شد، 21 تمام شد، شما بخوای نخوای نمیتونی به زمان بگی وایسا، زمان منتظر شما نمیمانه. مگه 402 وایساد؟ تمام شد. 403 هم تمام میشه. به خودت بجنبه میگن 404، 405. ان اللیل و النهار یعملان فیک، شب و روز دارن در تو عمل میکنن، از تو میگیرن، فعمل فیه ما، تو هم ازشون بگیر، بگو اقلن 1402 من دو تا ختم قرآن کردم، به 2 نفر خیر رسوندم، انقدر خدمت کردم. این واحدهای عمر، رسول خدا به ابازر فرمود ببینید ما چقدر پولمون حساسیم. الان میریم این مغازه میگه مثلا این جنس 10,000 تومن، پایین تریش 8,000 تومن باشه، به همه آدرس میدیم، میگیم همین جنس اونجا ارزون تر، میگه برو اونجا بخر، با دقت خرج میکنیم. فرمود عمرتون رو با دقت خرج کنید. کن علا عمرکه اشه من که علا درهمه که و دیناره، که عمر مهمتر از درهم و دیناره. الفرصتو فرمود قنم، فرصتها غنیمته. فرمود
بادر و الفرصه قبل ان تکون قصه، فرصت ها رو بشتابید قبل از آنی که قصه بخورید. حرف من یک کلمه است، از این آیه 54 و 55 که حالا 55 هم معنا میکنم بعد داستانهاشو میگم، استفاده میشه فرصت یابی، فرصت یابی، فرصت نه فرصت سوزی. فرصت ها رو نسوزانیم، از دست ندیم. ببینید آیه بعدیش میفرماید وقال الذين اوتوا العلم والايمان، آدمای عالم و مؤمن. جالبه اول علم آورده بعد ایمان، معلوم میشه علم از ایمان مهمتره، ایمان عالمانه باید باشه. وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبستم في كتاب الله، به مجرما میگن بهانه نیارید ما وقت نداشتیم. وقت داشتید، تو کتاب الهی نوشته شده بود 80 سال 90 سال الى يوم البعث، تا روز قیامت. فهذا يوم البعث، این دیگه يوم البعث، رسیدید به آخر دیگه بر نمیگردید. ولكنكم کنتم لا تعلمون، ولی شما فرصت ها رو سوزاندید، استفاده نکردید. من یک روایت دیدم وقتی این آیه نازل شد، این آیه نازل شد که خدای تبارک و تعالی می‌فرماید کسانی که کار زشتی انجام میدن یا ظلمی به خودشون میکنن یا گناهی میکنن اگر استغفار کنن خدا اونا رو میامرزه. آیه شو بخونم، الذين اذا فعلوا فاحشتن، اگر کسی یه فحشایی مرتکب شد، او ظلموا انفسهم، یا به خودش ظلم کرد، ظلم تو نفسی، گناه کرد، ذکر الله، یاد خدا کنه، فاستغفروا لذنوبهم، بگه خدای منو ببخش دیگه تکرار نمی کنه، و من یغفر الذنوب الا الله، خدا می بخشدش، کسی هم غیر از خدا نمیتونه ببخشه. روایت دیدم تو منابع معتبری آمده شیطان نیروهاشو جمع کرد، گفت این آیه ما رو بدبخت میکنه، ما کلی تلاش میکنیم یکی گناه کنه، خدا یک راه حلی بهش داده، گفته استغفار کن، بذار کنار، من گذشتت رو میبخشم. چیکار کنیم؟ هر کسی، خب شیطان نیرو داره، قرآن میگه نیروهای پیاده داره، نیروهای سواره داره، همه رقم نیرو از تو انسانها داره، شیاطین الجن والانس. یکی از این شیطانها که تو روایت آمده اسمش وسواس خناسه، تو قرآن هم داریم دیگه، من شر الوسواس الخناس، این گفت من یه پیشنهادی دارم. گفت بگو. گفت درست خدا به اینا گفته توبه کنید من میبخشم، ولی ما یه کاری میکنیم، ما این توبه ها رو تأخیر میندازیم. حالا هر وقت خواستی مکه بری خمست و میدی، حالا فرصت هست، حالا جوونی، حالا دیر نمیشه. اعدهم و امنیهم، هی آرزوهای طولانی براشون ایجاد میکنیم، هی میگیم حالا این ماشینه رو بخریم بعد بریم خمس میدیم، حالا این کار تموم شه بعد مالمون رو حلال میکنیم، هی فرصت هاشون رو میسوزونیم، یادشون میره استغفار کنن، مرگم یه مرتبه اونا رو میگیره، ما برنده میشیم. ای شیطان یه فریادی زد، گفت بیا من تو رو ببوسم. خوب حرفی زدی، خوب حرفی زدی، تو حرف قشنگی زدی. تو همه ی اینایی که حرف زدن، این میشه تسویف، فرصت سوزی، از دست دادن فرصتهایی که گاهی تو زندگی انسان خیلی فرصت. شما کربلا رو نگاه کنید، من نمونه بگم، عبیدالله حر جوفی یه آدم بدیه در گذشتش، همینقدر بدونید ایشون از کسانیه که تو صفین با امیرالمومنین جنگیده، رو به علی شمشیر کشیده، یه آدم به اصطلاح بنهور بهش میگن تو این سریال مختار، بنهور خطابش میکنن، یه آدم در واقع مزبزبیست. خب تو مسیر
کربلا امام حسین با ایشون مواجه شد. پرسید این خیمه کیه؟ گفتن عبیدالله حر جوفی، جوانم بود. امام حسین به بعضیا نامه نوشته، برای بعضیا نماینده فرستاده، مثلا برای مردم کوفه مسلم رو فرستاد، برای مردم بصره سلیمان ابارزین رو فرستاد، به بعضیا نامه نوشت، اما ایشون رو خودش بلند شد اومد شخصا. شما یکی شما رو عروسی دعوت میکنه با کارت، یکی پسرش رو میفرسته، یکی داماد میاد در خونه شما میگه امشب عروسی منه، یه خجالت میکشه میگه بریم، یه وقت خود طرف میاد، خود صابخونه میاد. عبیدالله میگه یادم نمیره جا الحسین و سبیانه معه، در حالی آمد که بچه هاشم دورشو گرفته بودن، تنها هم نیمد، یه کار عاطفی هم کرد. سکینه بنت الحسین، بچه های دیگه دوره، حالا کیا بودن نیامده ولی بچه هاش دورش بودن، اومد جلو خیمه من، فرمود گذشتت خرابه، خودتم میدونی، ان لکه ذنوبن کثیره، ذنوب زیادی داری، ولی من یه فرصتی برای تو ایجاد میکنم، بیا به من بپیوند، جدم شفاعتتو میکن. آقا برو جزو شهدای کربلا، از این بهتر؟ یه کمی این ور اونور کرد، گفت آقا حالا من هر کمک مالی بخوای به شما میکنم، اسبی بخوای، شمشیری بخوای، نیزه. آقا فرمود لا حاجت به رمح که و فرسک، ما اسب نمیخوایم، شمشیر نمیخوایم، آدم میخوایم. گفت منو معاف کنید. نیامد. ببین این میشه فرصت سوزی تو زندگی انسان. جوانی یه فرصته، سلامت یه فرصته، فراغ. ببین الان شما سالمی، آدم داریم آرزو میکنه دو رکعت نماز ایستاده بخونه نمیتونه، یه حرم الان بیاد نمیتونه، دو تخت بیمارستان افتاده، دیالیز میشه، شیمی درمانی میشه، مریضه. خب این تا سالمیم قدرشو بدانیم، تا جوانیم قدر بدانیم، تا فراغت داریم، تا حافظه، یه وقتی اسم خودشم آدم یادش میره، الان که من حافظه دارم حفظ کنم، الان که فرصت دارم قضای نمازم رو انجام بدم، مطالعه کنم، خیلی من خیلی رنج میبرم، مخصوصا جوانان عزیزی که گاهی فرصتهاشون تو این فضاهای مجازی دو ساعت سه ساعت مثلا یه چت کردن، یه گفتگوهای نادرست، مطالب خب از دست میره، حیفه، حیفه. نیامد. امام حسین شهید شد، ایشون اومد کربلا، دید وای چه فاجعه ای، چه فاجعه ای، چقدر فجیع ابا عبدالله رو به شهادت، زود اومده بود بعد از حادثه کربلا، رو کرد به خودش گفت فیالک حسرتن ما دمت حیه، حالا تا زنده ای حسرت بخور. به مختار پیوست، با مختارم نساخت، اونم ول کرد، رفت به ابن زبیر پیوست، با اونم نتونست کنار بیاد و بعدم از بین رفت، افتاد توی آبی نهری چند سال بعد کربلا. کو الان قبرش کجاست؟ کی اسمشو میاره؟ کی میدونه اصلا هیچی ازش نمونده؟ اما هر مانده، هر فرصت یاب بود. فرصت سوز نباشیم، فرصت یاب باشیم، فرصت ساز باشیم. بعضی اوقات یک، ببینید این روایت از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن در زندگی شما گاهی درهای خیری باز میشه، من فتح له باب و خیرن فلینتهز، و بزنید، ممکنه این در بسته شه، آقا جنگ تمام میشه، مثلا این فرصت خدمت، این فرصت رمضان، این فرصت 21، گاهی فرصت ها از دست میره. بشتابید. من یه نکته به شما عرض کنم، تو قرآن ما چند تا یا لیتنا داریم. یا لیتنا یعنی چی؟ یعنی ای کاش، ای کاش، یعنی آدمایی که پشیمون شدن
اینا مال قیامت ها، دیگه فایده نداره، اینجا میشه جبران کرد. اما قیامت، من چند تاشو براتون بخونم. قرآن میفرماید بعضی روز قیامت میگن یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول، کاش حرف خدا پیغمبر رو گوش میداد، حالا که ندادیم تموم شد. بعضی ها میگن لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، کاش با فلانی رفیق نمیشدی، ما رو مشروب خور کرد، ما رو معتاد کرد، ما رو بی نماز کرد، ما رو کافر کرد، ما رو بیدین کرد، الان رفیق بد. بعضی جوانان عزیز ما مادراشون خانواده‌هاشون میان پیش ما، آقا بچه من دانشجوه، درس خوانده اما نماز نمیخونه، منکر خداست، منکره. چرا؟ چون یه مثلا آدم نابابی، رفیق نابابی دوتا شبهه براش ایجاد کرده، اینم نمیاد از یه عالم بپرسه، دوتا کتاب بخونه، تحقیق کنه. میگه روز قیامت میگه کاش با فلانی رفیق نمیشدم. بعضیا میگن میبینن آدمای خوب دارن میرن بهشت، میرن بهشت. اینم آیه قرآنه یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، کاش ما مثل اینا بودیم رستگار میشدیم. بعضیا وقتی کتابشون رو بهشون میدن مثل کارنامه آخر سال میگن کاش اینو دست ما نمیدادن. یا لیتنی لم اوت کتابیه، بعضی ها قرآن میفرماید میگن کاش با پیغمبر رفیق بودیم. آخه ما آدم نادون برد چی با ابو جهل رفیق شدیم؟ ابو جهلی که الان به درد ما نمیخوره. یا لیتن تخست مع الرسول سبیلا، کاش با پیغمبر رفیق بودیم، یک راهی پیدا میکردیم برای اینکه با پیغمبر دوست باشیم، سخنشو گوش بدیم، توجه کنیم. اینا آقایون فرصتیابیه، فرصتیابی. شما زندگی بزرگان ما رو ببینید. یه وقتی حضرت آیت الله عظمای شبیری که اینجا نماز میخوندن و الان دیگه مدتیست به خاطر پادردشون نمیتونن بیان، ایشون میفرمودن پدر من آیت الله اسد احمد زنجانی، میدونید که از آیت الله عظمای شبیری چند جلد کتاب چاپ شده، صحبتای ایشونه، خیلی خوندنیه، به نام جرعه ای از دریا. من یه وقتی خدمت رهبر عظیم و شأن انقلاب مطرح کردم اینو، ایشون فرمودن بله من این کتابو دیدم و خواندم. چند جلده، صحبتای ایشونو ضبط کردن، پیاده کردن، به نظرم چهار جلد، من تا اون که من دارم چهار جلد، جرعه ای از دریا، خاطرات ایشونه. خب ایشون حافظه خوبی هم دارن به حمدالله، خدا سلامتی بهشون بده. فرمودن پدر من اسد احمد زنجانی، آیت الله اسد احمد زنجانی، خب ایشون رفیق امام بوده، پدرشون خیلی با امام رفیق بودن، خیلی با امام رهبر انقلاب مأنوس بودن. فرمودن ایشون خب میومد منزل تا نهار آماده بشه و سفره بیاندازن 5 دقیقه 10 دقیقه یه کفنی داشتن روش قرآن مینوشتن. همین 5 دقیقه 10 دقیقه های قبل از نهار، همین وقت سوخته، یه قرآن کامل با دست خودشون رو کفنشون نوشتن که وقتی ایشونو به خاک میسپارن با این قرآن، یه قرآن با دست خودش رو کفنش، تو فرصت های سوخته. میفرمودن ایشون نافله هاشو تو راه میخوند از بس پرکار بود، المؤمن مشغول اون وقتو. صاحب جواهر از علمای ماست دیگه، صاحب جواهر از علمای بزرگ ماست، نجف دفنه، کتاب ایشون یه کتاب بی‌نظیره، جواهر چندین جلد فقه. ایشون تصمیم گرفته بود این کتابو بنویسه، هر شبم یه بخشیشو بنویسه، یه چند صفحه ایش. و یه رو پسرش فوت کرد، صبح خبر آوردن پسر شما فوت کرد. ایشون گفت من که نمیتونم نوشتنمو تعطیل کنم، جنازه رو بذارید توی یکی از این حجره های حرم امیرالمومنین، من کنار پسرم مینشینم و این نوشته رو مینویسم. لذا اونجا در کتابش میگه من این مطالب رو کنار نعش پسرم نوشتم، جنازه پسر. آقا ما آدم داریم اومده پیش من، مثلا چندی پیش آقای اومده بود با خانومش، میگفت خواهر خانومم فوت کرده توی تصادف، میگفت 8 ماه این زن نه با من زندگی میکنه، نه حرف میزنه، نه
اصلا زندگی ما مختل شده. خب آقا یکی از دنیا رفته، خدا رحمت کنه، صاحب جواهر جنازه پسرش رو زمین کتابشو نوشت، زندگیشو تعطیل. آخه بعضی عزیزان همسر از دست میدن، فرزند از دست میدن، زندگی رو تعطیل میکنن، جزع میکنن. نه، فرصت ها نباید از بین بره. این عاشق عباس قمی که شما همتون میشناسید، صاحب مفاتی میشناسید، ایشون 110 جلد کتاب داره، 110 جلد کتاب داره، 20 سال سفینه البحار نوشته. دستاش از بس نوشته بود پینه میکرد، قیچی میکردن تو یک جعبه میریختن. پسر خود ایشون به من گفت، یکی از پسرایشون سال 86 به نظرم فوت کرد، چون تو مکه من ایشونو دیدم، عاشق محسن. یه پسرشون امیرعلی آقا بود، قبل از انقلاب فوت کرد. نوه ایشون هم اخیراً فوت کرد، خیلی وقتی نیست. عاشق عباس پینه های دستشو قیچی میکردن. ما الان دختر جوان ازدواج کرده، حالا بچه‌م نداره یا داره، فرصت های زیاد، یه مطالعه نمی کنن، یه کتابی، رمانی، داستانی، شعری. من نمیگم حتما کتابای مثلا تفسیر المیزان بشینید بخونید، نه، تاریخی. فرصت، فرصت می سوزه. قرآن می فرماید مجرمین، دو تا آیه خوندم براتون، 23 انعام 54 روم، مجرمون روز قیامت قسم می خورن و یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون، قسم میخورن، قسم دروغ میخورن که ما فرصت نداشتیم، وقت نداشتیم. نه، مخصوصا آقایون، خواهرانی نکته رو بگم و دیگه دعاتون کنم، فرصتهای طلایی. گاهی تو زندگی کسی مثلا حادثه کربلا یه فرصت طلایی بود، گاهی اوقات ماه رمضان، شب قدر، گاهی یه فرصتهای ویژه‌ای تو زندگی آدم پیش میاد، باید قدر بدانه. خدا رحمت کنه همه گذشتگان، و این داستانو خیلی شنیدید، من دیگه بگم و بحثمو جمع کنم. یک کتابی داریم به نام ارشاد القلوب، ارشاد القلوب دیلمی، ایشون قرن هشتم بوده، 600 سال پیش. کتاب خوبیه. من شنیدم بعضی از بزرگان وقتی طلاب میرفتن پیششون میخواستن تبلیغ برن، توصیه میکردن این کتاب با خودتون ببرید، ارشاد القلوب دیلمی. داستانی داره، مکرر شنیدید شما رو منبرها، ولی به هر حال تکرارش خالی از فایده نیست. میگه در شهر بلخ، بلخ افغانستان، آقا و خانومی سید با دو سه تا از بچه هاشون زندگی میکرد، فقیر بودن. مرد فوت کرد، اون خانم دیگه جایی نداشت برای زندگی، درآمدی نداشت که اونجا بمانه، از بلخ اومد سمرقند. سمرقند الان تو کشور ازبکستانه، الان جزو ازبکستان. آمد سمرقند، خب زن غریب، دو سه تا بچه، کجا بره؟ رفت تو مسجد، بچه‌ها رو یه گوشه گذاشت. خب خادم میخواد در مسجد رو ببنده دیگه، باز که نیست. آمد بیرون، سرما بود، عالمی بود در اون شهر، رفت پیشش که اون مسجدم نماز میخواد. گفت من، این خانم گفت من سیدم، اولاد پیامبرم، دچار درماندگی شدم، شوهرم فوت کرده. گفت خانم برو شاهد بیار، شاهد بیار، سیدی، شوهرت فوت کرده، من از چه میدونم، شما رو نمیشناسم. گفت من کجا شاهد بیارم، من کسی رو ندارم. توجه نکرد. میگه تو شهر راه افتاد، یه جای رو دید خیلی مثلا بزرگ، خانه ایست، عده‌ای وایسادن، محافظ داره. گفت اینجا خانه کیه؟ گفتن داروغه شهر. داروغه شهرم مجوسیه، مسلمان نیست. گفت برید بهش بگید یه همچین مشکلی تو این شهر برای این خانم پیدا شده، مهمان این شهره. گفت اشکال نداره، اشکال نداره. جا بهش داد، مکان بهش داد، غذا داد. در نقل دارد که این خانم با بچه هاش دعاشون این بود اون شبی که سرپناه پیدا کردن، خدایا این مرد مجوسی به ما جا داد، مکان داد، امکانات داد، ما هم دعا میکنیم خدایا اسلام بیاره، اسلام بیاره، مسلمان بشه. براش دعا کرد، این فرصت رو استفاده کرد،
اما اون آقا فرصت رو استفاده نکرد. شب در عالم رؤیا اون شخص خواب دید، اون عالم وارد صحرای محشر شده، حوض کوثر. پیامبر گفت بفرمایید. گفت آقا من اومدم از دست شما آب بگیرم. گفت چه کار کردی؟ گفت هیچی، این کارا. گفت شاهد داری؟ یا رسول الله من این موقع کجا شاهد بیارم برای شما؟ شاهدم کجا بود؟ فرمود چطور از اون زن شاهد خواستی؟ حالا از تو ما شاهد میخوایم. بعد حضرت بهش نشان داد، گفت اون قصر رو نگاه کن، چه نوری داره، چه روشنایی داره. این برای همون آغاست، اون داروغه‌ای که به اینها پناه داد. میگه از خواب بلند شدم و وحشت زده آمدم و خانه رو پیدا کردم و رفتم پیش داروغه و گفتم آقا این میهمانای سید منو بده. گفت دیر آمدی. من دیگه این خوابی که تو دیدی منم دیدم، منم اون قصر رو دیدم، منم اونجا رو دیدم و من به برکت اینا مسلمان شدم، هم خودم هم خانوادم مسلمان شد. من آدرس دادم که نگید حالا این اسطوره است و افسانه است. نه، دیلمی در ارشاد القلوب فرصته. گاهی فرصتهای امام حسین فرمود گاهی بعضیا به شما مراجعه میکنن، نعمته. اگه رد کردی میره جای دیگه حل میکنه، منتها این فرصت از شما از دست میره. فرصت هر کسی هر چقدر ازش میاد، خدا حفظ کنه حاجهای قرائتی رو. یه مدتی قبل به من زنگ زدیشون قبل از محرم ازون، فرمودن من یه مقدار حالم مساعد نیست، سنم بالا رفته، پام درد میکنه، بیانم به هر حال دچار آسیبه، مطالعم سخت شده، یه مشورتی میخواستن. البته حالا بزرگواری کردیشون به من، فرمودن که یک مشورتی، گفتم بفرمایید. گفتن میخوام اگه بشه این برنامه سیما رو دیگه نرم تلویزیون رو، ایشون هر شب برنامه داره شبهای جمعه، یکی از آقایون رو، شما رو، دیگری رو بفرستن. گفتم ببین حاج آقا مردم شما رو دوست دارن، صدای شما رو، آیاتی که 40 سال شما داری با مردم حرف میزنی، حالا یه قدری قدیم صدا بلندتر بوده، الان تا این فرصت هست به نظر من حیفه. شما تشکر کرد فرمود باش. یعنی گاهی از اوقات آقا تا میتونه به یه عالمی گفتن اگه شما به جا افتادی هیچ کاری ازت نیمد، اصلا دیگه نمیتونی حرف بزنی، نمیتونی بلند شی. گفت یه قرآن دست میگیرم میگم هر کی استخاره داره بیاد براش استخاره میگیرم. گاهی از اوقات شما ببینید امام تازه در 70 و چند سالگی انقلاب کرد، الان مراجع ما، بزرگان ما بعضی در مرز 100 سالگی هن، هنوز مشغول تدریس هن. وقت آقا تازه مثلا 50 سالش بازنشست شده، تو خونه نشسته، خودشو از همه کار و فعالیتی میاندازه. فرصتها، فرصت کار، فرصت جبران، فرصت توبه، فرصت مطالعه. این آیاتی که امروز خواندم، گفتگوی مجرمان با مؤمنان، یه بار آیه رو ببینید، آیه 54 و 55 روم، پیامش اینه باد رو بشتابید به فرصت ها، که انشاءالله ظرفیت های خوبی داریم ما. حالا گذشتم که گذشته، حالا ما الان قصه 1402 رو بخوریم که تموم شد. این سال جدید به میزانی که ازمون میاد بهرمند باشیم انشاءالله. السلام علیک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. تو بعضی از نقلها آمده وقتی خبر شهادت امیر المؤمنین به شام رسید، معاویه خیلی خوشحال شد، چون مدتها تو صفین با حضرت جنگیده بود، موفق نشده بود. خیلی معاویه به دنبال خلافت بود، استاندار بود 20 سال میخواست خلیفه بشه. خب امیر المؤمنین یک شخصیتی که به شدت در مقابل او ایستاده بود، حضرت با او مبارزه میکرد، لذا احساسش این بود یه رقیبی رو از صحنه خارج کرده. خیلی لذا مجلس جشنی تشکیل داد تو ماه مبارک رمضان. بعضی سوال کردن آخه الان که موقع جشن نیست، ماه رمضان، عیدی نیست. گفت برای من عیده، چون علی دیگه نیست، کشته شد. و یک خانمی رو دعوت کرد که بخانه براش. اون خانومم زرنگ بود، خواننده بود، الان محب امیر المؤمنین بود.
اشعاری انتخاب کرد که جلسه جشن معاویه رو به عزا تبدیل کرد. من همین اشعار رو بخونم و شما رو دعا کنم. گفت: الا ابلغ معاویه ابن حرب فما قرت عیون الشامتینا. معاویه خوشحالی میکنی، شادی میکنی، شادی نکن. میدونی کی رفته از دست؟ کسی که وقتی دلمون برای پیغمبر تنگ میشد او رو نگاه میکردی. هر وقت دلمون برای نماز پیغمبر تنگ میشد نماز علی رو نگاه میکردی. فلا والله لا انسا علیاً و طول و صلاته فی الراکعین. به خدا قسم علی رو فراموش نمی کنم. اون طول نمازهاش، اون عبادتهاش، اون بله دربار معاویه تبدیل شد به دفاع از امیر المومنین علیه السلام. عرض کنم یا ابوالحسن یا امیر المومنین، مظلوم بودی، مظلوم به شهادت رسیدی، مردم کوفه قدر شما رو ندانستن، چقدر گله کردی. این کوفه ای که شما شب 21 درش به شهادت رسیدی و خودت خبر دادی به زینب، زینبم از این کوفه میری اما یه روزم به این کوفه بر میگردی. آقا 41 آقا شهید شده، 61، 20 سال بعد زینب کبرا یه بار دیگه اومد کوفه، اومد کوفه تدائی کرد. دو قرن، دو دهه پیش پدرم تو این شهر به شهادت رسید، بدنشو شبانه دفن کردند، آمد آقا حضرت به کوفه. شرایط یه گونه ای بوده که اهل بیت که اومدن کوفه نتونستن نجفم برن. اما زینب در این کوفه با چی مواجه شد؟ سر بریده ابا عبدالله بالای نیزه. یه روز تو این کوفه با فرق شکافته باباش مواجه شد، یه روزم نگاه کرد سر غرق به خون ابی عبدالله بالای نیزه. یه نگاهی کرد به سر، دید داره قرآن میخونه. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. گفت حسین جان تو که قرآن میخوانی یه دو جمله با این بچه کوچولوت سخن بگو، ببین دخترت داره خیره خیره نگاه میکنه. اینم به یاد شهدا، شهدایی که این دو سه روز به شهادت رسیدن، بچه کوچک تو خونه دارن. حسین جان یا اخی فاطمه الصغیره کلمها، یه دو جمله با این دختر کوچولوت سخن بگو، میترسم جان بده. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بسمک الاعظم یا الله. خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، عاقبتمون رو ختم به خیر بنما. این کشور امام زمان، این امنیت، این استقلال، این آزادی، ولایت در پناه امام زمان، خاصه رهبر عظیم و شأنمون محافظت بفرما. اموات، گذشتگان، شهدا، امام عزیز، شهدای اخیر، روحشون رو از این جلسه شاد بگردان. خدایا بیمارانمون رو صبر و سلامت نصیب بفرما. ریشه های فقر و گرانی و طلاق و اعتیاد و فساد رو از این کشور ریشه‌کن بگردان. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدم این ماه رمضان رو ماه رمضان آخر عمر ما قرار مده. به نبی و آله صلوات.